حکم اسلام این هست که واجب هست، اما مجبوری نیست. مثل نماز واجبی میمونه که حالا اگه کسی نخوند که به حضور نمیکنن و نمیگن تو بیا حتما وایسا و نماز تو بخون. مثلا از این مثال ها استفاده میشد و این بحث همینطور ادامه پیدا کرد. قبل از انقلاب خود تو ایران که مثل بقیه جاها، مثل بقیه کشورهای اسلامی، دو گونه بودند افراد. بعضی های به اختیار خودشون که اکثریت زنها هم بودند محجبه بودند و یه عده‌ای هم که حالا متجدد بودند و اینها تصور میکردن که لازم نیست و حتی با وضعیت و پدیده برهنگی هم ما یا نیمه برهنگی هم تو جامعه مواجه بودیم، یعنی وضعیت های نسبتا لباس هایی که خیلی اخلاقی هم نبود و مراعات هنجارهای اجتماعی رو هم نمیکرد. همه این مسائل وجود داشت، یعنی مثل بقیه جوامع بود. منتها حالا درگیری اگر پیش می اومد اینها بحثی به حکومت پیدا نمیکرد خیلی. عملا اینجا یک پای قضیه با توجه به عنوان جمهوری اسلامی و اسلامیت و اینها همین بود که علما، مراجع اینها تحریک می شدن از جانب متعصبین یا مثلا متدینین که اونها هم وارد معرکه بشن، حرفی بزنن، اقدامی بکنن. نهایتا رفت به طرف این که ادارات و مراکز رسمی جمهوری اسلامی باید حتما کسانی که درش حضور پیدا میکنن سر و گردن رو مثلا یه بدن بپوشونن و به اصطلاح با حجاب باشن، که دیگه یواش یواش این بخش نامه شد و عملا کسی در ادارات دولتی، در آموزش پرورش، آموزش عالی، صدا و سیما و مراکز رسمی دولتی پیدا نمیشد دیگه از اون به بعد که شاغل باشه و مراعات این پوشش رو نکنه. تا امروز که حالا مثلا این بحث مطرح هست، البته یه وضعیت به قول خود آقایون بد حجابی از همون آغاز شکل گرفت، یعنی کسانی که حجاب رو باور نداشتن و به اصطلاح مجبور بودن به خاطر بخشنامه های دولتی از اون پوشش استفاده بکنن، اینها سعی میکردن زیر همون پوشش هم خودشون رو نمایش بدن، اعتراض خودشون رو، عدم اعتقاد خودشون رو. و در جمهوری اسلامی یه چیزی که اتفاق افتاد که البته این دیگه هیچ ربطی به شریعت نداشت این بود که حتی زنهایی که مسلمان نبودند هم مجبور شدن که لباس و پوشش اسلامی بتن کنن. خب این ما توی شریعتمون نداشتیم، حتی تو فتاوی فقها هم چنین چیزی وجود نداشت، یعنی زنهای غیر مسلمان حق داشتن که با پوششی که خودشون میپسندن توی جامعه رفت آمد کنند، اونها مجبور نیستن به این که حتما سر و گردنشون رو بپوشونن. ولی خب این هم چون دیگه بحث دولتی شد و یک هنجار دولتی بود، عملا اگر یه مسیحی، یک یهودی، یک زرتشتی هم در ایران خواست مثلا شاغل باشه باید این پوشش رو مراعات میکرد. خیلی جلوتر از این بحث عدم اجبار مطرح بود، همینطور جست و گریخته، به خاطر همین بحث های یعنی رفتارهایی که سر میزد تحت عنوان بدحجابی، روسری ها نصف سرشون مثلا میبستن، لباس های تنگی میپوشیدن، مثلا از این قبیل، یا گایت آستینا کوتاه بود، پاچه های شلوار مثلا یواش یواش اومد بالا. و اینا دیگه نحوه ای بود که کسانی که مایل نبودن و علاقه ای نداشتن به این نحو پوشش سعی میکردن خودشون رو نشون بدن. این بحث مطرح بود همیشه تو جامعه ما، منتها نوسان داشت، کم و زیاد میشد. گاهی دولت با سرکوب با اینها مواجه میشد و شروع میکرد حتی مثلا فروشگاه های لباس های زنانه رو مورد هجوم قرار میداد، لباس های کوتاه تنگ اینها رو چراشون میگرفت. یه بحثی مطرح شد در زمانی که آقای برادرم و دوستم آقای یوسف اشکری در کنفرانس برلین سوالی ازش مطرح کرده بودن، ایشون بحث عدم اجبار رو اونجا مطرح کرده بود، سر و صدا خیلی بالا گرفت. و چون اون داستان کنفرانس برلین در حقیقت انتقام کشی سیاسی بود، ایشون که برگشت خب خیلی ها رو گرفتن محاکمه کردن، از جمله ایشون رو. و ایشون که محاکمه شد، محاکمش در خصوص این بحث حجاب حتی تا اونجا که حکم ارتداد رو بدن، چون ایشون گفته بود که این واجب هست اما اجباری نیست، تا
اینجاها بردن جلو که ایشون منکره مثلا فرسونی که حکم اجماعی اسلامی شده. ولی خب بعد معلوم شد که نه چنین چیزی نیست، اون حکم رو تقلیل دارن و دیگه بحث ارتداد اینها رو برداشتن و سایر مثلا مباحثی که ایشون مطرح کرده بود به اصطلاح خودشون ایشون رو محکوم کردن و کیفر دادن. من خودم به عنوان یک فردی که اهل تحقیق توی مسائل دینی هستم، از همون گذشته های دور تقریبا میشه گفت الانی که با شما صحبت میکنم، از 18 سال قبل ضمن تحقیقاتم یکی از پرونده هایی که باز کردم به لحاظ مباحث فقهی که راجع به او هم تحقیق بکنم و اصلا یه بررسی بکنم به لحاظ تاریخی، به لحاظ علمی و فقهی، مجموعه دلایلی که این نظریه رو در حقیقت پرورونده، این رو سعی کردم به عنوان یه سوژه تحقیقی خودم بهش بپردازم. سالها این به عنوان یک پروژه تحقیقاتی برام مطرح بود. البته اقرار میکنم که این به عنوان این که پروژه اصلی و همیشگی، یعنی هر روز صبح بلند شدم و فقط به این بپردازم، نه، پروژه‌ای بود در کنار سایر پروژه‌های تحقیقاتی که بهش مطالعه میکردم و یادداشت برمی‌داشتم. اینا اینم همینطور بود، یعنی مطمئناً هر هفته یک بار به این به صورت جدی می‌پرداختم، مطالعه می‌کردم و فیش برداری می‌کردم. نتیجه‌ای که من نهایتاً از بررسی نظریات رایج چه در شیعه چه در بین علمای اهل سنت اینها به دست آوردم و مجموعه روایات آیات قرآنی که در خصوص این مسئله وجود داره، اینها رو که بررسی کردم نهایتا به این نتیجه رسیدم که نه، اصلا پوشش سر و گردن برای زن واجب نیست شرعاً، بلکه مستحبه، یعنی چیز خوبیست از بابی این که باعث میشه که مثلا یه مقدار آرامش تو جامعه ایجاد بشه، اونم به خصوص در بعضی جوامع خاص. خب خوب هست که اینها رو اگر بخوان بپوشونن، هرچه پوشیده تر باشن، هرچه باوقار تر باشه این لباس، این مناسب تره. اما دلیل متقنی که با صراحت وجوب پوشش سر و گردن رو بخواد برسونه، نه در آیات قرآن و نه در روایات پیدا نشد. اونا هم که شاید الان شما بگید که آقایون این ور اون ور مثلا تو کتاباشون نوشتن، من هم با ناظر در همه حرفای اونا و استدلال های همه اونا این اظهار نظر رو کردم و مطلبی رو از من اونم ناخواسته ابتدا هم در یه به اصطلاح پرسجوی اینترنتی من برای کسی یه نامه‌ای فرستاده بودم، اون برداشت منتشر کرد و بعد پشت سر از من پرسیده شد که چنین چیزی از شما منتشر شده، مال شماست. من تکذیب نکردم، گفتم بعد من چنین چیزی گفتم، منتها برای اینکه این مطلب مثل قضیه های اشکیوری نشه، بلافاصله یه متن تقریبا یک صفحه‌ای رو دلایل این حرف رو اشاره کردن اجمالا. خب این گذشت، من یک سالی دو سالی تقریبا ایران بودم و بعدشم از اینجا سری مباحثاتی و بعضی از دوستان اینها هم حتی داشتم. یه نامه‌ای هم کسی برداشته بود نوشته بود در نقد اون نظریات من اون رو هم جواب دادم، اما خصوصی برای او فرستادم، چون حالا بعضی ها توصیه میکردن که فعلا به این قضیه نپرداز. همزمان شده بود با اون جریان به اصطلاح ترکیه و تصویب اون قانونی که نمادهای مذهبی در مجامع عمومی نباید باشه و این بحث حجاب در اونجا بالا گرفته بود، اعتراض مسلمان ها با دولت فرانسه. من خودم هم واقعا خوشحال نبودم که در یک همچین زمانی این بحث مطرح شد. بعد من یه سالی رفتم تاجیکستان و اونجا بعد از اینکه از تاجیکستان داشتم برمیگشتم، در تیر ماه 84 مطلبی رو نسبتا مفصل در این خصوص نوشتم و در وبلاگ خودم منتشر کردم دلایل این بحث رو، دلایل نظریات جاری رو هم آوردم، نظریات رایج رو، و اونها رو نقد کردم و نظر خودم رو هم دلایلش رو آوردم، حتی اظهار نظرهای نزدیک به نظر خودم رو هم از بین علما اینها رو جمع‌آوری کردم و اونجا اجمالا آوردم. خب اصل این بحث اگر بخواد ادامه پیدا کنه خیلی مفصل تر میشه. درسته، خیلی ممنونم که خیلی جامع و کامل، من واقعا لذت بردم از اینکه این سخنان شما رو شنیدم. حالا سوالی که من دارم اینه که به نظر شما چقدر امکان تجدید نظر در مسئله حجاب اجباری آن هم توسط رئیس جمهور آینده خواهد امکان پذیر هست؟
ببینید ما قوانین کشورمون ادعا میکنیم طبق این قانون اساسی که متخذ از مبانی اسلامی است و مبانی اسلامی متون اولیه اسلامی قرآن است و روایات. این که آقایونی که در طول این مدت به اون مثلا فرسون مراجعه کردن آقایون علما چه شیعه و چه اهل سنت و به نتایج رسیدن، خود اون نتایج برای ما الزام آور نیست. اگر هم اون نتایج مهمند، به خاطر اینه که ادعا میشه که اینها متخذ از قرآن و روایاته و سنت رسوله. خب طبیعتا اگر من احمد قابل الان بعد از 1400 اندی سال مثلا میام میگم از اون متن چنین برداشتی مستند نیست، پس جا برای بحث هست. نه اینکه حالا بگم چون من میگم، میخوام بگم که علمای دیگری هم در طول زمان بودند که کم یا زیاد اظهار نظرهایی کردند مشابه. بعضی ها بایکوت شدن، بعضی ها نوشتن، بعضی ها ننوشتن، حتی اونایی که نوشتن بعضی کتاباشون از بین رفته. ولی نهایتا میخوام بگم این امکان به لحاظ منطقی وجود داره که بازنگری بشه و اصلا این میزان از سختگیری در پوشش تقلیل پیدا کنه و طبیعی بشه. حالا این کارم که نکنیم، بگیم اصلا کاری به فتاوی اونا نداشته باشیم، دولت میتونه با توجه به این که احکام اسلام همش از نوعی نیست که الزام در جنبه عمومی داشته باشه، یعنی بعضی از احکام اسلام واجباتی هستند فردی، یعنی واجب هستند اما اگر کسی او را انجام نده فقط کیفر و اخروی داره، فقط در اون دنیا خدا ممکنه او را مجازات کنه، اما در این دنیا براش مجازاتی پیشبینی نشده. خب احکامی که از این قبیل هستند به طور طبیعی در حیطه اختیارات دولت قرار نمی گیرن که دولت بخواد برای اونها کیفر در نظر بگیره، مزاحم بشه، سخت گیری بکنه. این داستان اگر برگرده همون بحث‌های اول انقلاب که مرحوم آیت الله طالقانی و بعضی های دیگه مطرح کردن، برگرده و از این نوع دیده بشه، یعنی به عنوان یک وظیفه ولو واجب بر خلاف نظر خود من، ولو اون رو هم بر اساس نظر رایج واجب بدونن، اما از نوع واجبات فردیه اگر تشخیص داده بشه، پس این امکان وجود داره که الزام رو و اجبار رو و کیفر در نظر گرفتن رو و متعرض شدن افراد رو عملا حذف کنن، یعنی این دیگه از قوانین ما حذف بشه و کسی متعرض افراد به خاطر پوششون نشه. این قابلیت باز برای قانون گذاری وجود داره، ولی در حقیقت رئیس دولت تنها کاری که میتونه بکنه به عنوان مجری قانون اساسی و از اون طرف دفاع از حقوق شهروندان که در متن قسم نامش طبق قانون اساسی باید انجام بده، این میتونه بیاد بگه که آقا این مطلب به خاطر وضعیتی که در جامعه پیش میاره و همیشه درگیری و همیشه ناامنی و این دو چیزها رو دامن میزنه، دولت بیاد نسبت به این مسئله تحفظ داشته باشه، به این معنا که در محیطهای دولتی رسمی خودش همین بخشنامهایی که الان وجود داره رو مراعات بکنه، اما در خیابان‌ها در وضعیت‌هایی که مردم فسحون که دارن مسافرت میرن جایی تفریح میرن، اونجا ربطی به دولت نداشته باشه، یه لایحه‌ای چیزی رو تعیین بکنه، این رو به مجلس ببره و اگر مجلس این رو قبول بکنه این میتونه تثبیت بشه. منتها خب ما من و شما میدونیم با این مجلسی که همین الان وجود داره سر راه رئیس جمهوری که یک هفته بعد میخواد مثلا فسحون که انتخاب بشه و یک ماه و نیم بعد میخواد کارش رو شروع بکنه، با توجه به این وجود این مجلس و شورای نگهبان سختگیری که اونجا وجود داره، تقریبا چشمانداز این مسئله یه چشمانداز مثبتی نیست، یعنی طرح این مبحث فقط از نظر دفاع از حقوق شهروندی در مقام سخن و در مقام بیان خواهد بود، یعنی اون افراد میتونن بفهمن که رئیس جمهورشون موافقه با این که با اونها برخورد تند بشه و زد و خورد بشه و افراد رو مورد تعرض قرار بدن نیست، همین اندازه فقط. و الا اینکه واقعا بشه کاری کرد، من در گرو همراهی و همکاری همه اینا میدونم که اسم بردم و فکر میکنم اینها باورشون چنین نیست و اینها جز کسانی هستن که این رو جز واجبات اجتماعی میدونند و الزامات و کیفرها و اینها رو هم میپسندند و طبیعتا مخالف با کسانی خواهند بود که طرح عدم اجبار در حجاب رو مطرح میکنند.